چند روایت در مورد ساروز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام وجود دارد. طبق روایات وارده، تاریخ ولادت حضرت در 4 ربیع الثانی، 8 ربیع الثانی و 10 ربیع الثانی ذکر شده است. به گزارش شیعه ویوز، بررسی های انجام شده توسط خبرنگار ما نشان می دهد که در مورد ساروز ولادت اول حجه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که کشور ایران غرق در نور و شادی می شود، 3 روایت اصلی وجود دارد. همزمان روایات متعددی در مورد ساروز شهادت حضرت فاطمه شهیده سلام الله علیها ذکر شده است که در بین آن روایات 8 ربیع الثانی، 13 ربیع الثانی، 13 جمادی الاول و 3 جمادی الاخر مشهورتر می باشند. اما در عراق و دیگر کشورها 13 ربیع الثانی را که طبق روایات فراوان مطابق با 40 روز پس از شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می باشد به عزاداری و سوگواری می پردازند. اماکن مقدسه و عتبات عالیا در عراق 8 ربیع الثانی را به عنوان ساروز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام جشن نمی دانند، بلکه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و به احترام این بانوی بزرگوار در این روز فضای حرم را سیاه پوش کرده و مردم و هیئت‌ها به عزاداری می‌پردازند. گفتنیست علی‌رغم اینکه گروهی بر اساس روایاتی امروز را ولادت امام حسن عسکری علیه السلام می‌دانند، اما همزمان طبق روایاتی روز شهادت حضرت زهرا صلوات الله علیها به نقل شهادت ایشان 40 روز پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز است. در همین راستا در استفتایی که اخیراً از آیت الله العظما حاسه صادق حسین شیرازی مدظله شد، معظم الله از مؤمنین خواسته که در روز 4 ربیع الثانی به عنوان ساروز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام جشن ولادت حضرت را برپا کنند و روز 8 ربیع الثانی را به احترام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری نمایند. ناگفته نماند آیت الله العظما شیخ لطف الله صافی گلپایگانی نیز استفتایی در این زمینه صادر گردیده است. شایان ذکر است شب گذشته عتبات عالیا در شهرهای مختلف عراق به احترام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سیاه پوش بودند. همچنین به همین مناسبت مداح سرشناس عرب زبان ملا باسم کربلایی نیز با حضور در عراق امشب قرار است در حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام مراسم سینه‌زنی برگزار کند.